سلام دوستان عزیز، با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. امروز مصاحبه داریم با یکی از کسانی که در خصوص اعدام های ایران، حاکمیت ایران در ایران تحقیق می کنند و در حضور این دوست عزیز هستیم و کتاب هایی هم در این باره نوشتند. و با عرض سلام به دوست عزیزمون حوری خانم، خواهش میکنم خودتون رو معرفی کنین تا در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون از شما آقای سلیمانی و همچنین از تمام بینندگانی که تصویر و صدای من دارن. من حوری قرداغی هستم و همونطور که شما فرمودید نویسنده و تحلیلگر تاریخ معاصر و کتاب‌های، البته در حال حاضر 4 جلد از کتاب که به نام نسل‌کشی در مورد کشتارهایی که توسط مبلغین دینی در این دوره انجام شده من در حال نوشتن هستم که عرض کردم 4 جلدش منتشر شده و جلدهای بعدی هم که در آینده قرار منتشر میشه. خیلی ممنون حوری خانم. به هر حال این کتاب ها را از روی چه منابعی شما نوشتید؟ البته باید عرض کنم که تاریخ که من از یک منبع خاصی میخوام بنویسم اینطور نبوده. خب ما هم تاریخ در حال حاضر البته برای این اتفاق ها و کشتار ها و جنایت هایی که در وسط این اشخاص جنگی بنده میدونیم حالا مهمون آخونده اتفاق افتاده، ما هم تاریخ ما شفاهی رو داریم، هم تاریخ کتبی که توسط نگاه های مختلف ثبت رسیده و من در حال حاضر از هر دوی این منابع استفاده میکنم، هم کتاب هایی که مکتوب شده، کسایی که در اون دوران بودن و کلن در این انقلاب سهیم بودن یا مشارکت داشتن و شاهد و ناظر این قضایا بودن و به صورت کتبی در بردن این کتاب ها را، و همچنین اشخاصی هم هستن که هنوز در قید حیات هستن و من با این اشخاص هم در ارتباط هستم و به صورت شفاهی حرفای اینا را میشنوم و بنویسم. خانم قرداغی، من همانطوری که مطلع شدم، شما از اول انقلاب اعدام هایی که از اول انقلاب حتی وابسته به نظام شاهنشاهی بودند، از اونها بدون اینکه به حزبی، گروهی، تشکیلاتی وابسته باشین، به صورت فراجناهی همه اعدام هایی که حتی مارکسیست ها، مذهبی ها، نمیدونم و سایر گروه های دیگر وابستگی داشته باشین، همه اونها را در بر میگیرد. درسته؟ بله، کاملا درسته. ببینید، ما یه موضوعی در نگاشتن تاریخ، یه موضوعی خیلی مهمی را که باید در نظر بگیریم اینه که یک تاریخ نگار بدون اینکه گرایش یا تعصبی نسبت به گروه یا تفکر خاصی داشته باشه باید تاریخ نگاری باشه. تاریخ نگاری باید بی تعصب و بدون سوگیری اتفاق بیفته. یک تاریخ نگار وقتی نسبت به یک گروهی، یک گروه خاصی یا یک تفکر خاصی سوگیری داشته باشه، خب طبیعتاً نمیتونه بی طرفانه نسبت به این موضوع نگاه کنه. و متاسفانه در تاریخ، اگه بخوایم کل تاریخ ایران رو نگاه کنیم، همیشه تاریخ نگارهای ما این مشکل رو داشتن که هیچ وقت نمیتونستن بی طرف این، نه اینکه اصلا نداشته باشیم، داریم اشخاصی مثل کسروی رو ما داشتیم که خب بدون اینکه تعصبی به، حتی با وجود اینکه در یه خانواده مذهبی بزرگ شده بود، ولی تاریخ نگار این دلیل نشد که بخواد واقعیت‌های تاریخی رو آنطور که هست و واقعیت هستش به ثبت برسونه. و من هم توی کارم خب همین رویه رو در نظر گرفتم، بدون اینکه مثلا شما فرض کنید توی جلد دوم کتاب نسل‌کشی من در مورد
کسایی که وابسته به گروه مجاهدین بودن و خب این کشتارهایی که اتفاق افتاده یا حتی اون ترورهایی که گروه‌های مجاهدین انجام دادن، همه اینا بدون اینکه حرف من باشه، برای اینکه من تاریخ نویس یا اینکه کسی که الان وقایع را میبینه و میخواد ثبت کنه نیستم، من یک تاریخ نگاری هستم که با توجه به منابعی که و روایت هایی که از اشخاص مختلف و کسایی که شاهد این تاریخ بودن در کنار هم قرار میدم و اینکه ممکنه برای یک موضوع یا برای یک اعدام یا حالا جنایتی که اتفاق میفته، من از 4-5 زاویه‌ای که اشخاص مختلف اتفاق رو دیدن و نقل کردن و ثبت کردن، همشون رو در این کتاب، در این موضوعی که مثلا در موضوع خاصی هست میارم. دیگه این بستگی به خواننده این موضوع کتاب داره یا این تاریخ داره که وقتی میخونه 4-5 تا حکایت یا رویداد رو نگاه میکنه، خودش تصمیم میگیره و با خودش فکر میکنه کدوم یک از اینا به واقعیتی که در اون دوره اتفاق افتاده نزدیکتر هستش. و اینکه اگر کسی برخلاف اون چه که اتفاق افتاده بود نگاشته، چرا این کار رو کرده، مثلا کسی بودسته به چه گروهی بوده که این دیدگاه و نسبت به این موضوع داشته. البته سازمان مجاهدین خلق خودش ادعا داره که ما کسی را ترور نکردیم، ولی شاید به خاطر این به صورت واکنشی اگر هم وجود داشته ما انجام دادیم. مثلا میگویند که لاجوردی را که در کشتار سازمان مجاهدین دست داشته، ما مثلا اونو ترور کردیم، یعنی به صورت غیر واقعی ما کسان که وابستگی به جمهوری اسلامی و در کشتارها دست نداشتند مورد ترور واقع نشدند. یعنی شما نسبت به این امر چگونه؟ ببین دقیقا در مورد اگه بخوام در مورد لاجوردی که شما مثال زدید من بخوام بگم، دقیقا من توی کتاب نسل‌کشی همین ترور لاجوردی رو کاملا آوردم و اینکه چه اتفاق افتاد اون روز، اصلا چرا این آدم ها را توی حیات زندان جمع کرده بودم، اصلا اون کسی که داخل زندان این اتفاق براش افتاد چرا این کار رو کردن و چرا کشتن این آدم ها را، همه اینا اتفاقهایی هستش که عرض کردم از زوایای مختلف، چون من که ندیدم این موضوع ها را، من که اونجا نبودم، من از دیدگاه‌های مختلفی که این اتفاق افتاده و اینا دیدن و نوشتن، من همه اینا را آوردم. حتی حالا اتفاقی که برای مجاهد ها، اون کسایی را که مجاهدین چطور فرستادن و اینکه حتی خودشون بیانیه‌هایی که دارن میگن که مثلا من اینا فرستادم، ما اینا را آموزش دادیم و به چه طریق اینا را وارد این ماجرا، برای چه کسایی چه ماموریت‌هایی دادیم و اینکه اینا را چطور قرار بود حتی اگر جامعه سالم به در ببرن چطور قرار بود از کشور خارج بکنیم، دقیقا اینا چیزایی هستن که خب من تو همین کتاب نسل‌کشی فکر میکنم این موضوع توی جلد سوم هستش که من آوردم و دقیقا اینا بررسی شده که از دیدگاه‌های مختلف، همشون با سند. یعنی اگر من مثلا یک نامه یا یک موضوع از فلان سازمان یا فلان شخص هستش، یا مثلا حتی من اسناد مختلفی که از ساواک هستش بیرون اومده، تقوی مثلا چیزهایی که اسناد طبقه‌بندی شده از ساواک بیرون اومده، دقیقا کپی اونا رو من توی کتاب گذاشتم. اینکه این حرف من نیست، حرفی هست که در تاریخ ثبت شده، سندهایی هستش که از طبقه‌بندی خارج شده یا حالا از کسایی افتاده که اینا رو دادن بیرون، چیزایی هستن که حالا کسی که حالا نسبت به این موضوع یا هر موضوع دیگه، البته من توی کتاب بیان کردم، اگه فکر میکنن که مثلا یه نظر دیگه دارن، همه اینا الان در حال حاضر میتونن تو اینترنت هست از جاهای مختلف سرچ بکنن و ببینن که من هم کاملا پذیرش این هستم که اگه کسی انتقادی هم داشته باشه نسبت به کار من میپذیرم که بالاخره هدف ما اطلاع دادن و یا اینکه زنده نگه داشتن واقعیت های تاریخ هستش، اینکه چه اتفاقی در این تاریخ افتاده و اینکه چطور ما مسئول انتقال این واقعیت ها به نسل آینده هستیم. ما مسئولیم، به هر حال نسل من و حالا
نسل شما کسایی هستیم که در این قضیه مسئولیم و ما تو مرحله گذر این تاریخ هستیم. اگر این رشته، اگر این مرحله قطع بشه، طبیعتاً در نسل آینده کسی نمیتونه به این واقعیت های چون ببینید الان وقتی من دارم با تاریخ شفاهی را دارم حالا برای تایید خود من یه سری ها کتبی هستن اینا رو در میارم، یه سری هستن تاریخ شفاهی هستن، من برای تایید این که بتونم اینو مطمئن بشم حتی از تاریخ های شفاهی استفاده میکنم که فلانکی که در اون موقع در این اتفاق بوده یا حالا کسی که تو اون دوره مثلا داشته توی زندان مشغول به سربازی بوده یا اینکه کسی که چه خاطری از اون دوره داره که وقتی میشنوم حتی تاییدیه این اشخاص هم میذارم توی کتاب، این خب این میتونه یک سند تاریخی برای این نسل آینده باشه که این نباشه که فقط من مطالب کسایی رو آوردم اونجا که خب الان نوشتن گذاشته حالا هر یا در قید حیات هستن یا نیستن، ولی وقتی کسی داره صحبت میکنه و یک خاطره تاریخی را داره بیان میکنه چون الان هنوز حضور داره، اگر قرار باشه چیز دیگه ای بگه خب کسای دیگه هم هستن طبیعتا میان انتقاد میکنن به طرف که شما چرا دارین همچیز را بیان میکنه، وقتی در نتیجه من فکر میکنم میتونه تاریخ شفاهی در مورد تاییدیه برای چیزایی باشه که کتبی وجود داره. خیلی عالیه. به هر حال این تاریخ ها باید گفته بشه، ولی از جالبش اینه که مثلا اعدام هایی که مثلا در اوایل انقلاب انجام گرفته و اونها را هم به رشته تحریر درآوردین و حتی سازمان مجاهدین، سریچه های فدایی خط و سایر گروه های سیاسی را، چطور شما به فکر افتادین با اینکه رشته تخصصی شما پزشکی است و به هر حال شما یک پزشک هستین، حالا چطور شد که به این مسئله روی آوردین که در این خصوص تحقیق کنین؟ خب میدونید من پزشکی رشته شغلی من هستش، ولی فیلد تفکری من با اینکه حالا ببینید من فکر میکنم آدم ها جنبه های مختلفی از زندگی رو دارن. خب یه جنبه اقتصادی ما داریم، خب ما میگیم که تو این زمینه من میرم که به رفاه برسم، ولی یه فیلد دیگه یا یک زمینه دیگه از یه بعد دیگه از زندگیمون هم هستش که دوست داریم علاوه بر اینکه من به رفاه میتونم برسم، میتونم کمک بکنم که دیگران هم رفاه یا آسایش قرار بگیرم. من قبل از اینکه نویسندگی رو شروع بکنم یا کتابی به نگارش در برم، من نقاشی میکردم و نقاشی های من کاملا انتقادی هستم و میتونم بگم که شاید این نقاشی ها مخصوصا نقاشی هایی که در مورد اعدام شکنجه من دارم مکمل همین کتاب هستم. من قبل از اینکه خب حتی همین روی جلد کتاب نسکشی نقاشی اعدام رو من دارم که خب وقتی این کارا را می کردم من در حین این که می خواستم مثلا نقاشی اعدام یا شکنجه را شروع بکنم، خب مجبور بودم از جاهای مختلفی تحقیق بکنم ببینم که خب اون موقع توی زندان چه کار می کردن، الان در زندان ها چه کار می کنن برای شکنجه، برای اینکه اعتراف بگیرن، برای چطور برخورد می کنن. حالا حتی اون که نقاشی شکنجه من در مورد تجاوز به زنان هستش که به دستور آیت الله به زنان گفتن که برای اینکه اگه این اتفاق هم بیفته نه تنها اشکالی نداره حتی ثواب هم داره برای کسایی که این کار میکنن. نسبه یزدی و بله آیت الله نسبه یزدی این کار فتوا دادن که خدا را شکر چند وقت پیش هم شرش رو کم کردن از سر سر شد. بله. خب بعد اینکه این تحقیقات رو انجام دادم به این نتیجه، یعنی فکر کردم که چقدر واقعا ما کم میدونیم، چقدر ما از تاریخ واقعا بیخبره، مخصوصا وقتی برخورد میکردم با کسایی که در حال حاضر واقعا تو نسل من که این وقتی داریم از تاریخ صحبت میکنیم از دوره پهلوی به عنوان یک دوره خیلی شکوفایی و بهشت بر این صحبت میکردن، انگار که من اتفاقا همین امروز یه
کوتاه سخنرانی از خانم عبادی دیدم که داره میگه که چرا مردم انقلاب کردن، میگه عقل نداشتن انقلاب کردن، در حالی که انقلاب 57 ما نتیجه چند سال اون ظلمی بود که برای مردم روا داشته شده بود، آزادی بود که از این مردم سر شده. در اصل در سال 57 ما به انفجار رسیدیم که وقتی جوانهای ما برای اینکه بتونن یک کوچکترین حرفی بزنن باید سیانور زیر زبونشون میذاشتن که چهار نفر دیگه از بین نره، حتما به هر حال وقتی میگرفتن اینقدر شکنجهشون میکردن که بخوان ترجیح میدادن که بمیرن ولی بقیه را به خطر نندازن. خب این شرایط جامعه‌ای بود که اون موقع وجود داشت و باعث میشد که نتیجهش هم بشه سال 57 و در چنین جامعه خفقانی، خب جز آخوندهایی که فقط در مساجد و بالای منبر برای جوانا تنها جایی بود که آزادانه میتونستن صحبت بکنن و جوانا رو دور خودشون جمع بکنن، خب این جوان تنها جایی که برای تجمع میتونست پیدا کنه مساجد بود. خب مسجد هم طبیعتاً اگه 10% از ظلم استبدادی حرف میزد، 90% هم از خرافات حرف میزد برای این جوانا. از طبیعی بود که وقتی ما داریم در زمان انقلاب به انقلابی اتفاق میفته در سال 57، اون 90% تأثیر خودش رو بذاره. ولی متاسفانه میگم وقتی من صحبت میکردم بعد میدم چقدر واقعا کم میدونه نسل ما از این انقلاب، نسل ما از این کشدارها. و من وقتی واقعا خودم بررسی کردم و مطالعه کردم و دیدم در همون روزی که خمینی پاشو میذاره ایران، اولین کارش کاری که میکنه بالا پشت و بوم مدرسه رفاه ارتشیا رو تیربارون میکنه، تازه هنوز درفش کاویانی دار و درفشی برپا کرده، نه هنوز تناب داری بافتن برای این جوان ها و میبره بالا پشت بوم، روش شکم اینا رو میخوابونه و تیربارونشون میکنه. خب این میگم همه این چیزا اتفاق ها و این وقایع چیزی بود که نسل ما ازشون اطلاع نداشتم ندارم. و من خب وقتی با این چیزا برخورد کردم و این مطالعات افتادم به این نتیجه رسیدم که خب شاید تاریخ تصویری که حالا من توی خیلی شاید تو فیلد کوچیک دیگه بوم مثلا در مورد یک شکنجه به تصویر در میارم، در کنارش مفصلترش میتونه یک کتاب و نگارش یا تحقیق و بررسی این جنایت ها میتونه لااقل یک کوچکترین قدمی برای اطلاع رسانی برای این مردمی باشه که واقعا برای این مردم باشه. البته بگم من اینکه کتاب قبل از اینکه کتاب رو بنویسم، چون ما یک انتشاراتی هم داریم که به نام آوای بوف هستش که بیش از فکر میکنم هزاران کتاب ممنوع رو منتشر کردیم توی این انتشاراتی که به صورت اینترنتی و الان که به صورت فیزیکی و کاغذی هم داریم این کار رو میکنیم. و مستقر هست این انتشاراتی؟ جان؟ در کجا مستقر هست این انتشاراتی؟ این انتشاراتی رو ما در دانمارک به ثبت رسوندیم و البته این انتشارات کاملا به صورت رایگان داره کار میکنه و همه کتابهایی را که حتی شاید واقعا جمهوری اسلامی که میدونید از هیچ سانسور چیز نمیکنه نمیذاره، همه کتاب ها باید حتما از زیر فیلتر اینا رد میشن، ولی حتی کتابهایی را که یه خط ازشون سانسور میشه توی ایران و نویسندهش تمایل داشته باشه که توسط انتشاراتی ما منتشر بشه، ما بدون هیچ نوع هزینه‌ای، هیچ نوع که بخواد برای کسی که در مخصوصا در ایران هستش براشون هزینه مقابل بشن، ما این کتابا رو به صورت کاملا رایگان منتشر می‌کنیم. و من فکر می‌کنم خب برای اینکه ما بتونیم برای جامعه‌ای که داریم توش واقعا داریم زندگی میکنیم و با این مشکلات روبرو هستیم، من فکر می‌کنم مهمترین قدم کار فرهنگی کردن در اونجا، چون فرهنگ و
شرایط جامعه را درست نکنیم، هر چقدر بخوایم از آزادی حرف بزنیم، از آزادی بیان حرف بزنیم، از حقوق حرف بزنیم، تا اون فرهنگ رو درست نکنیم، تا مردم رو با اون حقوقش آشنا نکنیم، تا مردم رو به سمتی نبریم که واقعیت ها رو ببینن، تا به سمتی ببریم که حتی از واقعیت های تاریخی اطلاع داشته باشن و بتونن تکرار تاریخ اتفاق نیفته، من فکر می‌کنم بستر جامعه و فرهنگ جامعه باید. خانم دکتر قره‌داغ، شما میبینین خودتون هم به یکی از این اتنیکه هایی که به هر حال شما آذربایجانی هستین، اصالتا ترک هستین، در ایران فعلا، در ایران فعلی ما مشکلی به نام اتنیکه ها در ایران وجود داریم؟ نه به لحاظ ثروت، نه به لحاظ قدرت، در حاکمیت هیچ گونه راهی به اینها داده نمیشه، هیچ مسئولیتی ندارند، یعنی تمرکز قدرت در تهران فعلا متمرکز شده، نه ثروت عادلانه ای انجام میگیره. همون من به قره‌داغ رفتم، قره‌داغ باور میکنید برای قره‌داغ، من تا زمانی که سال تقریبا 2002 از ایران خارج شدم، در تقریبا فکر میکنم 95 بود یا 97 بود، تقریبا حول این تاریخ ها بود، حول حوش این تاریخ ها بود، من رفته بودم به قره‌داغ. ما پدرم اون زمان گوسفند داشت، ما چوپان چیز می کردیم برای چرار گوسفند، می رفتم قره‌داغ. قره‌داغ یک منطقه بسیار محرومی هست، باور می کنید که راهی برای رفتن به اونها اونجا نبود؟ یا با تراکتور می تونستی باید بری، یا با موتورسیکلت های روسی که اژ می گفتن اونا، یعنی اینقدر عقب مانده نجه داشته شده بودند. این قره‌داغ که حالا شما هم 90% جوانان از اونجا مهاجرت کردند، به خاطر کاریابی به تهران رهسپار شدند. یکی از این قربانیان هم خود خانواده شما هست که به خاطر فقر فلاکتی که در اونجا حاکم بوده مهاجرت کردند به تهران. حالا برای برون رفت از این بحران تمرکزگرایی شما چگونه فکر میکنید نسبت به این مسائل؟ نه به لحاظ اینکه فرهنگ اونها حاکم نیست، نمیدونم زبان، نمیدونم قدرت سیاسی نقشی ندارند، یعنی در حقیقت 70-80% جمعیت ایران محروم از همه این حقوق و اجتماعی هستند، شما چگونه فکر میکنید؟ من حکومت مرکزی را که به عنوان یک حکومت اصلی و فرمانده یا فرماندهنده یا قدرتمندی خود یک کشور مثل ایران که دارای واقعاً هستش قبول ندارم. من فکر کنم که هر شهری باید قومی باید متناسب با اون شرایطی که داره و کسایی اونجا بزرگ میشن و مشکلاتی که اونجا هستن و آشنا میشن و بهتر میتونن شرایط رو درک کنن و مشکلاتشون رو حل کنن. این همونجور که شما اطلاع دارید یکی از تکنیک ها و کارهای دوره پهلوی بود برای اینکه بتونن این اتحاد بین این قومیت ها را از بین ببره خیلی راحت بود. اول اینکه شروع کرد، ببینید البته در اینجا بگم که هر در زمان های قبل از پهلوی هر شاهی که می اومد سر کار و هست اون دیلی که پشتش بود، کسایی که حمایتش میکردن خب اومدن اینو می آوردن بالا، چون اینا قوم ها یا ایل برتری بودن، قوی‌تر نسبت به بقیه بودن و خب میمدن میشدن پادشاه. ولی ما وقتی رسیدیم به پهلوی خب هیچ بودن، واقعا هیچ بودن اینا. خب این هیچ بودنشون، این که بخواد از ترس این که نکنه سقوط کنن، نکنه دوباره از بین برن اینا، خب اینا شروع کردن به از بین بردن یا تحقیر قوم ها توی ایران که خب خیلی راحت برمیداشت. فرض برای یک کرد که توی کردستان بزرگ شده بود و
اون شرایط اونجا بود میآورد مثلا توی خوزستان به عنوان فرماندار تبعید میکردین. دقیقاً. حالا این میگفت تبعید، ولی من فکر می‌کنم یک تکنیکی بود برای اینکه بخواد، خب اون که از اونجا اومده خب هیچ اطلاعی از اینا نداره، مثلا نمیدون اصلا خوزستان مشکلش چیه، چی کار باید بکنه. اون موقع هم که خب اینقدر آدم ها ارتباطات مثل الان نداشتن بخوان مطالعه کنن، یا اینکه اصلا اون قومشناسی بالا باشه که بخواد مشکلات شما درد. ولی خب این کار رو کرد که این اتحادها رو از بین ببره و تا حدودی هم به هر حال تو اون دوره‌ای که داشت این کار رو میکرد موفق شد و خیلی راحت این قوم ها رو به جون هم انداخت، و یا اون حالا اصطلاح‌هایی که تو قومیت های مختلف به کار بردن و شروع کردن کسایی که توی همین الانش هم البته همینطوری هستش که کسایی که دارن توی مرکز زندگی میکنن به راحتی خب یک چه میدونم شهرستانی، چیزی به نام شهرستانی وجود داره که حتی توی تهران به عنوان یک نه تنها دیگه تحقیر هستش، به عنوان یک فوش به کار میدن که مثلا فلانی نمیفهمه، یا اینکه شهرستانی، یا در مورد خب آذری ها هم ترک ها هم همین اتفاق میفته، فقط برای اینکه اونا رو بخوان به هر حال پایین بیارن تحقیرشون میکنن، از یه اصطلاح های استفاده میکنن و میگم همین الانش هم توی تهرانش دادن این کار رو میکنن. و من فکر میکنم که هر قومی، هر شهری باید متناسب با اون شرایطش آدم هایی را که اونجا هستن و توی قدرت که نه تو انتخاب بشن برای حل مشکل مردم، نه وگرنه اصلا اینکه در قدرت قرار بگیرن ما نداریم. یعنی الان قرار باشه در کشورهای دموکراتیک به هر حال هرم قدرت زوریه که از پایین میاد بالا و اونجا متمرکز میشه، یعنی به صورت فدرالیسم هر منطقه حق تعیین سرنوشت خودشو از راه مالیات، از راه درآمدهای عمومی، نمیدونم فلان، اینا اداره خودشونو به دست میگیرن. ولی متاسفانه در ایران اینطور نیست. در شما هم به اون اشاره فرمودین، در تمام ملت‌های موجود در ایران، کردها، ترک‌ها، نمیدونم عرب‌ها را رضا شاه سرکوب کرد و گفت در ایران یک ملت وجود داره، اون هم ملت فارسه. الان شما کلاب هاوس میرین میبینین هم حاکمیت، هم اپوزیسیون، هم اون شاه اللهی ها در یک نقطه مشترکند، میگن در ایران هیچ ملتی وجود نداره به جز ملت ایران، در صورتی که ما نمیتونیم هویت ترکی خودمونو بگیم که ما ترک نیستیم، یا مثلا یک کرد بگه من کرد نیستم. بنابراین منظورم اینه، آیا نفی این موضوع در ایران کنونی که دست جمهوری اسلامی هست آیا چیزی را میتونه حل کنه، یا به اختلافات بین حاکمیت و ملت اضافه میکنه؟ منظورم اینه. بله متوجه. ببینید حکومت ایران نه الان میشه گفت الان 100 ساله یک حکومت استبدادی هست. حکومت استبدادی با فقط با تفرقه انداختن و جدا کردن مردم هم دیگه میتونه خب پایه‌هاشو محکم‌تر بکنه، که توی هم دو دوره جمهوری اسلامی هم تو دوره پهلوی خب ما این مشکل رو داشتیم. اینکه از جلو برای اینکه جلوی اتحاد مردم رو بگیرن خب میان حق انتخاب به یک آذری یا به یک ترک یا به کرد نمیدن، حکومت مرکزی هستش تصمیم میگیره اینکه برای مثلا برای تبریز تصمیم میگیره که فلانی باشه، در حالی که خب اونا خودشون اگه قرار باشه مثل همین که شما عرض کردید، اگه همین که شما فرمودین وقتی که مثلا یه تبریز اگه کسی بخواد بیاد بگه که خب من میخوام انتخاب، ما میخواییم به عنوان یک آذری ما میخواییم انتخاب بکنیم، ما میخواییم حق رأی داشته باشیم، ما میخواییم آدم هایی را که تشخیص میدیم برای
این شرایط ما میتونن کار انجام بدن و صلاحیتشو دارن. ما میخوایم انتخاب بکنیم، خیلی راحت از مرکز ندایی میاد به نامی که قضیه طلبه. یا کسایی هستن که میخوان، ببینید، میخوان ایران یک پارچه رو از بین ببرن. نمیدونم میخوان من اصلا اینو میخوام بگم، ایران یک پارچه ای که شما نمیتونید اداره بکنه، یک پارچه ایش به چه درد شما میده؟ اصلا ایران یک پارچه چه معنا داره وقتی شما دارید گوشه‌هاشو خراب؟ ببینید الان اگه شاید حالا ما که نمیدونیم، ولی شاید اگر همین اهواز رو، همین آبادان و اهواز رو با این نفتش، با این نخلستانش اگه میدادیم به اهواز یا آبادانی، آبادترش میکرد. مثل کویت میشد، مثل کویت. بله، تقریبا چند کیلومتر اون طرفش یک عرب میبینه، اون کویت وجود داره، دبی وجود داره، نه بحرین وجود داره، با همه نفتش، با همه چیزش، خیلی آباد، خیلی. این برای نوشیدن آب نداره. وقتی شما چند ماه قبل دیدین که در اهواز، در نمیدونم او عرب، میان عرب ها چه قوقایی به پا بود. به هر حال وقتی شما آب آشامیدنی این ملت رو میبرین به اصفهان، اونجا هم برنامه ریزی ندارن، تمام صنایع مادر کشور رو تاپوندن اونجا، تو قردا، تو کردستان، تو بلوچستان یک کارخانه وجود نداره که این ملت بتونن اونجا به هر حال کار کنند و زندگی خودشون رو تامین کنند. وقتی ما میگیم قدرت و ثروت در مناطق مرکزی کشور و مناطق فارس نشین متمرکز شده، میگن چه شما تجزیه طلبید. آخه مسئله اینه که حتی اگر تجزیه طلب هم هستن، حالا ما گیریم که اصلا یک مردمی هستن توی تبریز، توی اهواز، توی کردستان، یه مردمی هستن که تشخیص دادن که میخوان یه کشور باشن. این دولت مرکزی، من نمیفهمم چه حقی داره که این انتخاب از این مردم بگیره. یه زمانی خب ما جایی مثلا حالا فرض رو بریم میگیریم که آقا یه زمان خیلی دور اصلا بحرین مال ما بود. آیا واقعا الان خوب بود بحرین میمون دست ما اونجا رو مگن میکشیدیم؟ خب وقتی شما صلاحیت اداره این چیزی را که اسمشو گذاشتید یک پارچه ندارید، خب بذارید جداشو، شاید آبادتر شد. این من نمیفهمم این چه شد. بحرین نمونهش، آذربایجان نمونهش دیگه، کشور آذربایجان. بله، میگم همین آذربایجان، خود بحرین هم همینه. بحرین، آذربایجان، چون کردستان، همه کشورهایی که یه روزی الان وقتی که نقشه بزرگی میذارن جلوشو ذوق میکنن، میگن یه زمان مال ما بود، در حالی که الان ما اینجا رو به خرابه تبدیل کردیم. یه جایی مثل آذربایجان داره خیلی خوب مردمشون تو رفاه زندگی میکنن، یه جایی مثل بحرین دارن خوب زندگی میکنن، ترکمنستان دارن خوب زندگی میکنن. شاید اونا هم دست ما میمون، خب الان مثل همین اهواز نابودشون کرد. خب بذارید هر کی اون مردمی که اگر تشخیص میدن، رأی میدن، به این نتیجه میرسن که باید جدا بشن، خب بذارید جداشن. ما چه حقی داریم در مورد مردمی که دارن اونجا زندگی میکنن بشینیم یه جای دیگه کاخ بسازیم برای خودمون با نفت اونا یا با حالا صادرات یه منطقه دیگه، بشینیم توی مرکز بعد شعار بدیم که نه فلانی میخواد جدا بشه تجزیه طلب. خب پس میخواد بره خوب زندگی کنه، مگه ما چه حقی داریم واقعا به جای همه تصمیم بگیریم و جلوی واقعا اون رفاه و آسایش و خوشبختی مردم رو بگیریم؟ درسته، تماما درسته، کاملا من با حرفهای شما موافقم. به هر حال این تمرکز جرایی و این نه تنها وحدت ملی ما را تأمین نمی کند، بلکه عامل تفرقه این ملت ها شده. حالا این ظلم و ستمی که در حق ما اعمال میشه، به هر حال واقعا غیر تصور و غیر قابل قبوله. به هر حال خانم دکتر، شما تصمیم گرفته این کتاب هایی که می نویسین چند جلد باشه؟ والا چیزی که من در حال حاضر دارم با این همه جنایتی که ثبت شده، حالا تا الان ثبت شده، من فکر میکنم تا 33 جلد من
در نظر گرفتیم. روشن بکردن، حالا دارن ادامه میدن، ممکنه بیشتر هم بشه. برحال هر کمکی که دوستان ما و ما میتونیم در خدمت شما هستیم. امیدوارم دوستانی که صدای ما را هم میشنوند میتونند به هر حال کمک ها و آمارهایی که دارند برای دکتر خانم بفرستند و اگر از طریق ما هم بخواهند ما میتونیم در خدمت خانم دکتر باشیم و اطلاعاتی که از اعدامیان در سراسر ایران وجود داره، از اول انقلاب اسلامی به اصطلاح انقلاب اسلامی انجام گرفته، به خانم دکتر برسونند تا خانم دکتر بتونه اون اطلاعاتو جمع‌آوری کنه. و حالا خانم دکتر چطور شما به این فکر افتادین؟ آخه این کار بسیار بزرگ و کار بسیار پسندیده هست که اینو تصمیم گرفته این که این کارو انجام بدین. حالا چیزی که واقعا منو بیشتر به این کار ترغیب کرد این بود که بیشتر کتابایی که در مورد این اتفاقا وقایع و چیزایی که تو جنایتایی که وجود داشته بیشتر چون از طرف گروه‌های خاصی در خارج از کشور حمایت می‌شدن و بیشتر سلطنت طلب‌ها کتاب‌ها یا اون اسامی نوشته شده بود. و یکی این، دوم این که هر گروهی کسایی را که متعلق به خودشون بودید اسامی یا در آورده بودن چیزی اگر اتفاق در موردشون داشتن ثبت کرده بودن، من احساس کردم که ما نیاز داریم منوان که یک چیز جامع، یک دایره معرفی از این وقایع و اتفاقا را داشته باشیم که توش دیگه این که مثلا ببینید از تعداد اسامی که من در حال حاضر در بودم 66,000 نفر کسایی هستن که خب به دست این جلادین به دونش رو از دست دادن، ولی وقتی نگاه میکنه خب یه ادره مثلا مجاهدین فقط کسایی که متعلق فقط به مجاهدین مونده یه لیستی دادن، یا مثلا بنیاد برومند اومده خب یه لیستی را داده که خب ما فقط اگه شما خودتون هم سرچ کنید فقط اسامی را داریم، هیچ مثلا حتی اکثر شما گفتن که مثلا هیچ اطلاعاتی ازش نداشتن، در حالی که من در مورد خیلی از اینا اطلاعات یا اون زندگی هاشون یا اتفاقهایی که برشون افتاده در بودن یا در مورد چریک های فضایی خلق خب خیلی کم هستش، مخصوصا در مورد این گروه خیلی کم هستش، کسایی که حتی آمار مشخصی هم نداریم که کسایی که تعدادی که تو این زمینه قربانی شدن و فرقای مختلف. حتی ببینید من جالبه که آماری که در مورد این کشتارها و جنایت ها داشتم، حتی روحانیونی که به دست خودشون، یعنی روحانیونی که به دست همین جمهوری اسلامی حتی محکوم به اعدام شدن یا از بینشون بردن، هم حتی روحانیون و کسایی که حتی متعلق، حتی یکی از اینا که خود دختر یکی از این روحانی ها هستش که ارتباطشون با محمد قاضی محمدی بوده که در اینشالا توی همین کتاب نسکوشی هستش که که مطلع میشه از این موضوعی که از گونگه جنایت توی این چیز اتفاق افتاده و اینم که دختر آقای بگمانم برقی هستش که اینم حتی آیت الله برقی آره. حتی با وجود این که از خودشون بود حتی اینا را ما از بین میبرد، نه خود آیت الله برقی را یه چیز کشتن نو بله آیت الله برقی را هم کشتن. البته میگه تعداد از اسامی که من دارم توی کتاب روحانیونی که حتی من یه تایتلی دارم و لیست روحانیون و بیوگرافی و تفکرشون و چرا این کارو کردن و به چه دلیل اصلا مخالفتشون سر چی بوده که اینا را ادامهشون کردن هم حتی، یعنی میخوام بگم که اینطوری نبوده که مثلا من بیام فقط توی یه زمینه در واقع یک چیز جامع فقط میخواستم در مورد این جنایت ها، اگه البته عمری باقی بمونه تا 33 جلد نه چه ماشاءالله شما حالا جوون هستین، حالا اول کارین تا
خواهش می‌کنم. البته طبق همین فرمایش شما، اگر دوستانی هم باشن که اطلاعاتی در این زمینه داشته باشن و یا من میگم حالا در مورد 66,000 نفر خب آمارش رو من دارم، اگر در مورد بیوگرافیاشون، آشناییاشون، حتی کسایی هستن که باهاشون بودن اگه داشته باشن، خیلی خوشحال میشم و استقبال میکنم که در این کتاب کمکم کنم. اتفاقا هدف از این مصاحبه اینه که باز هم در برنامه های دیگر از شما استفاده خواهیم کرد، چه با این مردم در ارتباط باشین، مردم شما را بشناسن که در چه زمینی شما فعالیت دارین، که مردم کمک های خودشونو، کمک ها و اطلاعات خودشونو به شما برسونند. به هر حال ما در این راه قدم هایی برمی داریم و خواهیم برداشت که کمکی به شما بشه. خیلی متشکرم. به هر حال خانم دکتر، این کار مقدسی که شما انجام میدین بدون اینکه حالا با اون انتشاراتی که مثلا در نظر گرفته این در اون فعال هستین و اینها واقعا کار پسندیده است. آیا شما فکر میکنید که به عنوان یک خانم ترک آذربایجانی در این خصوص هم قدم هایی بردارین؟ والا من قبل از اینکه بگم یه چیزایی رو الان در حال حاضر باید خیلی جالبه که بگم که دارم یواش یواش دیگه تو یه چیزایی مدیون یه شبکه‌هایی میشم که فکر می‌کنم کلاب هاوس هم جزشون هستش. من از وقتی که این شبکه اومده و با دوستانی که توی نشستا میان، تو اتاق‌ها میان در مورد تاریخ آذربایجان و یا حتی حالا در مورد یعنی در حقیقت در شما یک تحول فکری به وجود آورده. دقیقاً اینکه خب میگم مثلا خب من در مورد حتی تاریخ آذربایجان خب برام خیلی جالب هستش، وقتی حتی میشنوم و خیلی هم واقعا مشتاقانه دنبال میکنم اینکه به هر حال دارم تو این زمینه الان در حال حاضر دارم تو این زمینه کار میکنم، ولی خب بعدم هم نمیاد که حتی در مورد تاریخ آذربایجان، حتی اتفاقایی که مخصوصا اتفاقایی که تو دوره این چند سال پهلوی توی آذربایجان و اون تحولات و فکر کنم تحولات البته منفی که در آذربایجان اتفاق افتاده، خیلی توی ذهنم هستش که حتما در این مورد هم یک کتاب خواهم نوشت. انشاءالله. به هر حال در این خصوص با اگر لازم باشه با اونهایی که در این خصوص صاحب نظر هستند، من میتونم به هر حال با شما آشنا بسازم که در این خصوص قدم های زیادی برداریم. اما به هر حال کتاب جنایت های پهلوی در آذربایجان که من خیلی یعنی واقعا مصرم این کتاب رو بنویسم حتما و حتما این کار رو میکنم. البته خیلی توی ذهنم هست که شاید حتی بین این 33 جلد برای اینکه یک پازه هم ایجاد بشه تا حدودی به اون یه جورایی انرژی بگیرم از این که دارم در اصالت هم کنکاش میکنم، شاید حتی بین این 33 جلد هم این کار رو کردم حتما. انشاءالله که ما خیلی خوشحال میشیم که شما درباره آذربایجان هم این کار رو بکنین. به هر حال شیرزنان آذربایجان در این راه قدم برمیدارن. به هر حال ما هم شما را از این مرز و بوم میدانیم که به هر حال واقعا برخواسته این و در اگر خدمتی از دستمون برمیاد برای این ملتمون، برای این سرزمینمون انجام بدیم. به هر حال این فوق‌العاده برای ما مفید خواهد بود و ما برای ما لذت بخش خواهد بود که در کنار ملت خودمون هم باشیم و در ملت و در آزادی ملت خودمون هم بکوشیم. به هر حال حقیقتاً کار شما بسیار پسندیده است. به هر حال برای این حالا شما بدون اینکه به هیچ جایی وابسته باشین، به جایی دلبسته هم باشین، این کارها را با هزینه خودتون انجام میدیم. واقعا این
کار بسیار بزرگی است. در خاتم به هر حال اگر حرفی فرمایشی دارین بفرمایید. خواهش میکنم. وظیفه مونه چه به هر حال ما در خدمت افرادی چون شما چه هموطنیم، به هر حال ما به این خاک وابسته هستیم و کسانی که از این خاک برخواستند ما افتخار می دانیم که در خدمت اون باشیم. حالا در خاتمه فقط یک چیز خیلی مهم به من فکر می کنم، این که واقعا می خوام به اون آدم هایی را که همیشه تا ما شروع می کنیم از اون هویت نفاق کنیم سریع برچسب تذیب جز اون آدم هایی هستم که خیلی کم من به خانم دکتر حرف صدای شما قطع شد. شروع می‌کنید حرف بزنید. صدای شما از اون تجزیه طلبی قطع شد. لطفاً دوباره بفرمایید. اینو بله. می‌خواستم بگم که وقتی ما تا شروع می‌کنیم حرف بزنیم، ما می‌خوایم از هویتمون حرف بزنیم، ما می‌خوایم از اصالتمون حرف بزنیم. خب این شده برای ما یک انگار برچسب منفی که تا شروع می‌کنیم حرف بزنیم. سلی میگه که پایین حرف نزنید، جواب اینا رو ندید، اینا تجزیه طلب. اینو میخوام بگم که اگر وضع مردم، اگر شرایط مردم، اگر من تبریزی اگر شرایط زندگی خوبی داشته باشم، هیچ وقت دلم نمیخواد از یک کشوری که اسمش حالا بذاریم ایران جدا بشم. ببینید مثلا همین اسکاندیناوی را در نظر بگیریم. خب هیچ مثلا کشور دانمارک، هیچ دانمارکی نمیخواد دانمارک تیکه تیکه بشه یا جدا بشه، یولند یکی بشه، شیلند یکی، برای اینکه اینقدر اینجا برابری وجود داره، اینقدر مردم رفاه و حقوق برابر رسیدن که یکی که داره تو کوپنهاگ زندگی میکنه یا یکی که داره تو شمال یولند زندگی میکنه کاملا دارن از یک حقوق برابر و از حقوق مساوی استفاده میکنن. اگر شرایط من تبریزی، اگر شرایط من کردستانی، اگر شرایط من اهوازی که زیر پام همینجوری چشمهای نفوشه و اون تهرانی نشسته دلم نمیخواد جدا بشم، ولی وقتی نیست، وقتی شرایط که در خور یک انسان باشه وجود نداره، خب طبیعتا من دلم میخواد جدا بشم و خودم در سرنوشت خودم دخیل باشم. درست. خیلی ممنون از اینکه در برنامه ما شرکت کردین. به هر حال واقعا خوشحال شدم که این برنامه شکل گرفت و به وجود شما افتخار میکنیم که این از سرزمین ستارخان، از سرزمین دلاور مردان قرهداغ برخواستین. ما در قرهداغ واقعا افتخار میکنیم که مردان بزرگی از اون سرزمین برخواستند، ابوالقاسم نباتی ها و ستارخان ها و دیگر دلاور مردانی که واقعا خیلی زیاد هستند. به هر حال من از شما تشکر می کنم خانم دکتر که در این برنامه شرکت کردین. حقیقتا از ته دل شاد شدم و برای شما آرزوی موفقیت داریم. بینن بله حرفی داشتیم بفرمایید. متشکرم. من از شما، از همه بینندگان تشکر می کنم و واقعا ازتون ممنونم و منم لذت بردم از صحبت با شما و از اینکه تونستم یک فضایی باشه که بتونم حرفمو با دوستان به هر حال این
این تلویزیون هر وقت خواستین، هر وقت حرفی داشتین، هر وقت خواستین پیامی به این ملتمون بدین که واقعا ما در خدمت شما هستیم، ما به عنوان یک فردی که به هر حال میخواهیم صدای مستضعفین، صدای ملتمون، صدای دلاور زنان و مردانمون باشیم که میخوان از این مردم دفاع کنند، از حق و حقوق و از مظالمی که بر این مردم رفته از اون سخن بگویند. به هر حال خیلی خوشحال خواهیم بود که در خدمت شما باشیم. متشکرم، شما لطف دارید، ممنونم. بینندگان گرامی، خدا نگهدار شما تا برنامه دیگر باز هم در خدمت خواهیم بود. تشکر و ممنون که ما را دنبال کردید. به امید دیدار در آینده.